سلام، خوش اومدید همگی به ویدیو ویژه امروز از بازی فورتنایت. دیگه فکر کنم همه تون میدونید امروز ددپول به صورت رسمی به داخل بازی اضافه شد و چیزای خیلی جالبی الان توی بازی داره اتفاق میفته و همه الان یه دفعه یاتو دوست دارن و همه میخوان اونجا لند کنن تا بتونن ببینن ددپول از نزدیک و کلا ببینن که بازی چه چیزایی رو اضافه کرده، که توی این ویدیو همه رو من بررسی میکنم. چیزای خیلی مخفی فورتنایت نشون داده در تریلری که از ددپول نشون داده به ما، که بهتون بگم چیزای کوچیکی نبودن و ددپول جوابهایی به استریمرهای بازی فورتنایت داده و مثل اینکه اونم میخواد توی کار فورتنایت به صورت رسمی وارد بشه، که بهتون بگم خیلی حرفایی که زده خنده‌دار و همه رو من بررسی میکنم، چون ددپول خیلی فعاله در توییتر و چیزای خنده‌دار زیاد میگه. علاوه بر اون خبرهای خیلی عالی در مورد داستان بازی پیدا کردیم، ولی برخلاف چپتر 1 هر چقدر ما موضوعات بیشتری از داستان بازی پیدا میکنیم، خیلی موضوع برای ما مشکل تر میشه فهمیدنش، که تو این ویدیو میبینیم که مایدس داره چه کارهایی رو انجام میده و فقط با بلک نایت ارتباط نداره و چیزای دیگه ای هم باشون ارتباط داره، که این دستگاه نابودی یا دستگاه روز قیامت، رستاخیز، حالا هرچی بخواد اسمش باشه، قراره توی بازی چیکار کنه. یادتون باشه که تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. امروز ددپول اومده و ببینیم که چقدر هایپ هستیم و قرار ایونت های بعدی هم بیاد. پس بزنید اون لایک و تازه با کانال آشنا شدید سابسکرایب رو فراموش نکنید که بزنید، در کانال مشترک بشید و خیلی داریم به 6000 تا ساب نزدیک میشیم، دیگه نزدیکتر از این نمیشه و فقط چندین تا ساب مونده که به 6000 تا ساب برسیم و بدون هیچ مطلی دیگه ای بریم ببینیم توی این ویدیو ویژه ددپول چه خبره. خب دیگه الان ددپول اومد بعد از انتظارات طولانی که بازیکن‌ها کشیدن و 7 هفته بود که منتظر بودن بازیکن‌ها، که با اومدن فصل جدید دیده بودنش و می‌خواستن هر چی زودتر ددپول رو ببینن، که آخر اومد و فورتنایت به صورت رسمی در داخل بازی قرار داده بود و انتظارا همه به پایان رسید و من تو ویدیوهای قبلی من خیلی بهش رسیدم و کامل بررسی کرده بودم که قرار ما چه چیزایی رو ببینیم. فورتنایت یک تریلر خیلی جالب و در مورد ددپول درست کرده، که چند تا نکته مخفی هم توش هست که من میخوام همه رو با هم بررسی کنیم و توضیحات بیشتری هم در مورد ددپول هم در ادامه میدم. بریم با هم این تریلر رو ببینیم. خب همونطوری که دیدید ددپول رو داشت صدا میکرد و ددپول داشت کار خودش رو انجام میداد و دید که دیگه دستمال توالت نیست و دید وضع خرابه، که نمیدونم که فورتنایت با توجه به شرایطی که الان پیش اومده و دستمال توالت اینقدر کمیابه این کارو کرده که ددپول اینجوری بدون دستمال بمونه بعد از مدت ها که پر از دستمال بود تو اتاقش، یا نه چون دیگه غیر از این انتظاری نمیشه ازش برد، که ددپول هم خیلی شخصیت شوخیه. غیر از اون یه چیزای دیگه ای هم روی این دفترچه‌ای که داشت میخوند ددپول وجود داشت، که برای من خیلی جای تعجب بود که اصلا چنین چیزی هست. خیلی با خط ناخوانای روی این مجله‌ای که داشت میخوند در مورد فورتنایت نوشته شده بود و مجله فورتنایت بود و پیلیر هم که میتونستید ببینید اونجا ایجنت پیلی، که قشنگ اونجا وایساده که ایجنت پیلی یه پیلی خودمونه. و یه چیز جالب دیگه، یک ظرف نوشاب مانند به نمایش در اومده بود که روش نوشته بود اسلرپ، که برای من عجیب بود. آیا فورتنایت میخواد واقعا نوشیدنی اسلرپ تولید کنه برای مثلا دنیای واقعی، یا اینکه قرار ما اینو توی بازی ببینیم؟ چون همونطوری که میدونید ما مینی شیلد رو داریم، شیلد پوشن رو داریم که شیلد بزرگه، و ما یه چیز غیر از اینا میخوایم داشته باشیم، بخاطر اینکه فورتنایت غیر از اینا رو حل کرده، مثل اسلرپ جوس یا چاگ اسپلش که داخل بازی بود، یا چاگ جاگ. برای همین اضافه کردن این خیلی میتونه جالب هم باشه به داخل بازی، که فکر نکنم فورتنایت الکی اونو قرار داده بود، یا اینکه اصلا کلا میخواد مجله مخصوص فورتنایت تولید بشه، که واقعا عالی میشه به نظر من. غیر از این بریم به موضوعاتی که در داخل بازی اتفاق افتاده در مورد ددپول برسیم. الان وقتی میرید یات میبینید که دیگه خبری از میاو سولز نیست و اونجا رو ددپول کرده برای خودش و داره برای خودش اونجا چرخ میزنه، و الان میاو سولز
تبعید شده به یک جای دیگه این مپ که میتونید روی صفحه ببینید که کجا هستش. و میان سولز هم باید الان ناراحت باشه چون جای خودش رو از دست داده، میان سولز شادو، چون آخرین بار تبدیل شد به شادو دیگه ددپول جاشو گرفته. شما با کشتن ددپول میتونید پیسولاشو به دست بیارید که شبیه دیگل، دو تا دیگل هستش که با اینکه دمیجش پایینه ولی به شدت با سرعت میزنه و اون باعث خطرناک بودنش میشه که خیلی ها الان دوست دارن برخلاف گذشته توی یات لند کنن، چون معمولا بیشتر موقعی که توی یات آدم لند میکنه میبینه که از دایره دوره، برای همین خیلی ها اونجا لند نمیکنن و دلیلش هم فقط همینه. الان خیلی ها اونجا لند میکنن و سرور داره لگ میزنه براشو، الان خیلی ها دنبال اسکین ددپولن و خیلی ها هم دارن به خاطر ددپول بتل پاس میگیرن. حرف بتل پاس شد، آیتم شاپ تغییر کرده با کار ددپول، و بهتون گفته بودم که قراره با یک انیمیشن آیتم شاپو تغییر بده که بریم آیتم شاپ و آیتمایی که توش هست و ببینیم که ددپول کاملا با کار خودش تغییر داده. خب یادتون نره که حتما از کد سیناریو در آیتم شاپ برای خریدن هر کدوم از اونایی که دوست دارید توی آیتم شاپ استفاده کنید، از چیزایی که ددپول گذاشته اونجا، چون اینا آیتمایی هستن که میرن و برای همیشه میرن دیگه، هیچ وقت نمیام بعد از قرارداد، و میشه یه جورای اوجی برای بازیکنایی که دیگه اون موقع بازی نکردن و شما میتونید اینا رو داشته باشید. مورد علاقه ترین های اینا برای من اون موتورسیکلته بود که باش میشه اینور اونور رفت، ولی فکر نکنم در سرعت دویدنتون فرقی ایجاد کنه، فقط یه حالت انیمیشنیه که فورتنایت توی بازی قرار داده که خیلی برای من جالب و بانمکه. گرفتن تفنگ ددپول رو از دست ددپول رو میخوام به شما نشون بدم که چه شکلیه و چه جوری تفنگ شلیک میکنه. بریم با هم این کلیپ رو ببینیم. تفنگش که بهتون بگم تفنگ خیلی عالی هستش و واقعا ارزش اینو داره براش توی یاد لند کنید، ولی بازم انتخاب خودتونه، چون خیلی ها شاید این تفنگ رو دوست نداشته باشن، ولی آخر دوال پیستول به این شکل برگشت بعد از مدت ها که در داخل بازی نبود. حالا دیگه همتون فکر کنم میدونید که آقای ددپول خیلی شخصیت خنده‌داریه، هم تو فیلمش، هم تو کتاب‌ها و هم توی اینترنت و توی توییتر به توییت بازی فورتنایت که در مورد تریلر ددپول بود خیلی جواب‌ها گذاشته که می‌خوایم با هم اینا رو بررسی کنیم که واقعا خنده‌داره، و به استریمرهای مشهور خیلی تیکه انداخته و بهشون خیلی جواب داده. اینجا گفته زمان پیشرفته، فراموش نکن که باختم بهترین معلمه که ددپول نوشته، یادت باشه که تو هم نینجای واقعی نیستید. که اینجا خیلی چیز خنده داره که من خودم واقعا اینجا اول تعجب کردم که چنین جوابی داده با یه قلب، بعدن اینجا جوابشو داده که تو هم قهرمان واقعی نیستی ولی تو اون لباس خیلی خوبی، و نمیتونم دروغ بگم ولی جای خنده دارش مونده، این شانس زیاد خنده دار نباشه. ددپول گفته که زمانش فرا رسیده که کارشو تغییر بده و بشه متواساز بازی فورتنایت، کاری که دارم منم انجام میدم و خیلی ها انجام میدن. دکتر لوپو نوشته که هایدریتد بمون، یعنی که آب زیاد بخور، یک حالت دوربین خوب برای خودت ایجاد کن بخصوص با اون صورتی که داری، که نمیدونم اون دکتر لوپو میخواست به صورت سوختش بگه یا به صورت ماسک دارش. بعد ددپول هم یک جواب خیلی باحال بهش داده، نوشته ممنونم پدر، دوستت دارم، تو از پدر واقعی من بهتری بخصوص با اون صورتت، که متلک انداخته به دکتر لوپو، که دکتر لوپو با اینکه سنش بیشتر از 30 ساله ولی صورتش خیلی جوون میزنه نسبت به سنش. به بوگا خیلی جواب خنده‌داری
داده که بهتون بگم بوگا رو قشنگ سوزونده. اینو من فقط بگم بوگا به ددپول نوشته چطوری که بشی قهرمان جام جهانی فورتنایت، که ددپول جواب داده نصیحت خوبی بچه، درس و مشقاتو تموم کردی؟ که نوشته did you finish your homework، درس و مشقاتو تموم کردی، تکلیفاتو تموم کردی؟ که خیلی ها گفتن که بوگا رو سوزنده به خاطر اینکه بوگا سنش کمه و ددپول هم که میمیره برای اینجور چیزها. بعد TSMF نوشته که زمانی که هر بازی رو بردی یه دونه دنس برو تو بهترین میشی بدون هیچ زمانی، که گفته که دوست نداری که ببینی من چجوری رقص میکنم. بعد نوشته wait that's not right، اون نوشته که وایسا این درست نیست، که شوخی کرده. حالا رقص ددپول رو دیگه باید خودتون بدونه چه رقصی قراره باشه. و ایواک سم پایین تره و ددپول اینجا رعایتشو کرده، نوشته میخوای با من لند کنی توی شارک توی بازی؟ که نوشته let's squad up، که ایواک بهش گفته. بعد ددپول جواب داده که قراره چیزای بدی اتفاق بیفته با تیمایی که ما قراره باشون بجنگیم، نوشته بزن بریم. که نوشته X-Force حالا گروهی هست که ددپول توش هست و طبق داستانای کامیک بوک و ددپول هم جزوشون هست. که اینا بود از توییتای ددپول، که ددپول خیلی خوب میدونه چجوری بسوزونه و چجوری بسوزونه دیگرانو و چجوری شوخی کنه، به خصوص در توییتر. حالا اون شخصی که اکانتشو میگردونه. امیدوارم که همتون از این ایونت ددپول لذت ببرید. و بهتون بگم شما با لند کردن در یات میتونید آهنگ رایگان فری استایلینو دریافت کنید. فقط لند کنید اونجا، چالنج انجام میشه و شما به صورت رایگان آهنگ لابی رو دریافت میکنید و برای همه است، حتی به غیر از بچهای بتل پاس هم داده میشه. و خیلی هم الان گفتن که چالنجای آخر براشون حل نمیشه، یعنی چالنجای هفته هفتم ددپول، که مشکلیه که خود فورتنایت گفته که میتونید روی صفحه ببینید. بعد از اومدن ددپول این مشکل پیش اومده و چالنجا اصلا به نمایش در نمیاد، که فورتنایت مجبور شده به خیلی از بچهایی که بتل پاس دارن اسکینو بده و بدون انجام دادن چالنج آخر بده، که دیگه مشکل پیش میاد. و الان اگر نگرانید و هنوز به شما نداده، این اسکینو به شما میده ولی شاید طول بکشه. چالنج هفته هفتم هم که خیلی راحته، باید برید تفنگ ددپول رو به دست بیارید و از بوتش استفاده کنید. دوباره فورتنایت توییت داد، همین الانی که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم صفحه کامپیوتر رو دارم میبینم، نوشته ما هنوز داریم این مشکل رو حل میکنیم و هر موقع حل کردیم به شما میگیم. خیلی الان نتونستن اسکین ددپول رو به دست بیارن، دیگه چیکار میشه کرد. خب بچه ها، این بود از موضوع ددپول، که خیلی ایونت عالی هستش و ما در روزهای آینده قرار ایونت های دیگه ای هم ببینیم. ناراحت نباشید. برسیم به موضوع بعدی، که این موضوع مربوط به داستان بازی فورتنایت. من در ویدیو قبلی در مورد اتاق مخفی مایدس صحبت کردم، که هنوز لیکرها نفهمیده بودن که چجوری بتونن حالت کامل اتاق مایدس رو درست کنن، که ما بتونیم کاملا ببینیم چه چیزی در اتاق مایدس است. ولی آخر تونستن، امروز این کار رو انجام دادن و تونستن اتاقش رو کامل پیدا کنن از فایلای بازی. میخوام کلیپی ازش نشون بدم که در ویدیو قبلی نشون دادم، که اول ما فکر کردیم فقط مربوط به اسکین بلک نایت و گفتیم که مایدس با بلک نایت چیکار داره اصلا، ولی مثل اینکه دنبال یک چیزای دیگه ای هم هست و اتاقش چیزای خیلی دیگه ای هم داره، که توی این کلیپ به نمایش در اومده. بریم با هم این کلیپ رو ببینیم تا من بیشتر در موردش صحبت کنم. خب همونطوری که دیدید کلاه کسای دیگه ای هم اینجا بود، که واقعا برای من عجیب بود برای اولین بار که دیدم و گفتم ای بابا این دیگه چیه. در این اتاق چیزای خیلی مخفی وجود داره، میتونید اولیشو ببینید، که دستگاه روز رستاخیز یا روز قیامت توی این مکان که مایدس قرار داره. به نظرتون مایدس داره اونجا چیکار میکنه؟ آیا دنبال یک چیز مخفی هستش که خودشو بتونه موفق کنه در هدفی که داره؟ و این اتاق هم فکر کنم مخصوص خود مایدس باشه که به اهداف خودش برسه. ما هنوز نمیدونیم که این دستگاه بزرگ و مخفی میخواد چیکار کنه توی بازی و هدفش کلا چی هستش. یادتون بود که من در مورد ارتباط مایدس و اورو صحبت کردم،
روی صفحه میبینید که پیکاکس اورو در کنار مایدس قرار داره، پس این میتونه یک نشانه دیگه باشه از این که ارتباط 100% بین مایدس اورو وجود داره، که ما خیلی همون احتمال میدیم که خود اورو باشه مایدس. و عکس سه تا اسکین دیگر هم میتونید روی صفحه ببینید، پیلی، تینا و بروتوس و مایا، میاوسولز و خود مایدس که روی دیوار گذاشته عکسو، و میتونید عکس دستگاه دومزدی رو ببینید که خیلی برای ما عجیبه، هنوز این چیه هست و میخواد توی بازی چیکار کنه؟ آیا میخواد یک حالتی مثل انرژی کیوب ایجاد کنه، یا اینکه میخواد یه حالتی میخواد مثل گوی مخفی در داخل بازی ایجاد کنه؟ چون دایره‌ای هستش و ما رو یاد گوی مخفی در داخل بازی میندازه که انرژی هستش که توی جنگ کاتوس و ربات از بین رفت و ما رو به این مپ رسوند. و الانم میدونید که ایجنسی که اونجا مایدس قرار داره در وسط مپ قرار داره، و من احتمال میدم که میخواد انرژی مثل کیوب و انرژی گوی بزرگ رو در داخل بازی به دست بیاره که یکی از اهدافش هست و توی بازی میخواد اجرا کنه. نظر شما چیه تو کامنت ها حتما بگید، من که همینقدر میتونم بگم. و یک عکس پیدا شده از یک خانم در میز کار مایدس که میتونید روی صفحه ببینید، که وقتی قشنگ به این عکس دقت میکنیم، حالا غیر از اون پر از خالکوبی بدنش، میبینیم که آرم گروه شدوه ولی مایدس عضو گروه گسته. چرا باید یک عکس یه خانومی رو بذاره که آرم گروه شادو داشته باشه؟ اینجاست که برای من عجیبه و این کار رو انجام داده. بقول حالا بچه ها این روزا میگن شاد روش کراش داره و اینجور چیزا داره، که این شخص جزء گروه شادوه و مایدس اونو میخواد، که احتمالش هست مثلا مثل این داستانای کاراگاهی و اینجور چیزی باشه که مایدس واقعا چنین چیزی رو بخواد. حالا چون دشمنشه فکر نکنم اینقدر سریع انجام بشه وصلتشون. حالا باید ببینیم توی داستان چی میشه و فورتنایت چه نقشه هایی برای ما کشیده توی داستان بازی، که در ویدیوهای روزهای آینده من خیلی بهشون میپردازم و در موردش برای شما توضیح میدم، که روز به روز میگذره و اطلاعاتمون خیلی بیشتر میشه، موضوع داستان بازی خیلی پیچیده تر میشه. توی کامنت ها به من کمک کنید و با نظرات و تئوری های خودتون، حالا که من به شما اینا رو نشون دادم، توی کامنت ها بگید، چون خیلی تئوریاتون زیبا هستن و من خیلی ازشون استفاده میبرم و واقعا به من در ویدیوها کمک میکنن. مرسی ازتون. خب بچه، این ویدیو دوتا قسمت ویژه داشت، قسمت ددپول و قسمت داستانی بازی فورتنایت. اطلاعات بیشتری رو در مورد داستان بازی، کنسرت در داخل بازی و ایونت هایی که قرار اتفاق بیفتن در فورتنایت و در روزهای آینده حتما توی ویدیوها من اونها رو بررسی میکنم و سعیمو میکنم به صورت کامل برای شما توضیح بدم که توی بازی داره چه اتفاقی میفته، به خصوص اونجایی که ما متوجه شدیم واقعا اورو با مایدس ارتباط داره و حرفای ما اشتباه نبود و خیلی موفقیت عالی بوده. یادتون نره که اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، و تازه با کانال آشنا شدید سابسکرایب رو فراموش نکنید، در کانال مشترک بشید و هر چیز زودتر به 6000 تا ساب ما برسیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، ویدیوهای قبلی رو حتما نگاه کنید. من سینا رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.